با نام یاد خداوند بزرگ، سلام به شما محسنین گرامی، بیننده های نهایت محترم. در 26 درس از مضمون طراحی لوگوی یک قرار داریم. در این درس ما روی برنامه ایلستریتور به شما معلومات خواهیم داد. در این کتاب لوگوی یک وقتی که ما روی ای بخش به شما معلومات میتونیم، خوب است که اهداف ای بخش به شما تشریح بکنم. هدف کلی شناسایی با برنامه ایلستریتور است و اهداف آموزشیش چی است که برنامه گرافیکی ایلستریتور و موثریتان را توضیح دهید، آشنایی با رستر و وکتور معلومات پیدا بکنید، آدوب ایلستریتور CC را نصب و راه اندازی بتوانید، محیط آدوب ایلستریتور را تشریح بتوانید، ابزار کار ایلستریتور را هم بتوانید توضیح دهید، سایز کاغذ و ایجاد فایل در ایلستریتور را تشریح کنید. درسی امروز ما وقتی که گفتم این فصل ما اینی موضوعات که وقتی برای شما یادآوری کردم که در این فصل نخست راجع به برنامه گرافیکی آدوب ایلستریتور، موثریت او در جامعه امروزی آشنایی پیدا میکنیم، فرق بین رستر و وکتور میدانیم، برنامه آدوب ایلستریتور چطور نصب بتانیم، با محیط برنامه آدوب ایلستریتور چطور کار بتانیم. خب شما خیلی خوب هستن که مسئله گرامی، ما در اینجا چند کتاب آوردم. در درس‌های قبل شما با برنامه فتوشاپ آشنا شدید. این آشنایی شما با این برنامه با درسی که من دادم بسیار با وقتی کم، احتمال داره شما را با او پختگی نرسانند. نیازا از شما محصلین عزیز و بیننده های نهایت محترم تقاضا میکنم که اگر میخواهید که این برنامه را به صورت اساسی و مؤثرتر بیاموزین، لحاظا خوب هستن که شما کتاب های برنامه ها را با خود داشته باشین، یعنی کتاب ها را از بازار بگیرین. اینجا یک مسئله را باید تذکر داد که هر برنامه گرافیکی که شما میخواین بیاموزین، کوشش کن که ورژن جدیدش انتخاب بکنین. این 2018 است، فتوشاپ CC، و شما در این درس که حدوداً مجموعاً درس های از این 13 فصل داره و هر 13 فصل چه اگر در یک کورس های آموزشی تدریس شود، حدود 2 ماه نهایتا 3 ماه را زمان ببره. ما در این درس هایی که با شما میتونیم بسیار کوتاه و بسیار خلاصه به معرفی بگیرم، یا مثلا درسی که شما قبلا در یکی از کتاب های درسی تان گرافیک، اگر اشتباه نکنم گرافیک دیزاین بود یا گرافیک تبلیغاتی بود، طراحی گرافیک یا گرافیک تبلیغاتی، کورل درا را خواندین که عملا بر شما کورل درا تدریس شد و اینجا بود که صرف او چیزهایی که ضرور است در کارهای گرافیکی به شما تدریس شده، اما به صورت کامل نه، به صورت کامل خیلی زمان بر است. خوب است که یکی از این کتاب ها را، و اگر این کتاب ها را گرفتین، نهایت تلاش کنین که CD از این هم زمینشون باشه. به این شکل CD شه، خوبیش است که هم برنامه‌ش است و هم یک مقدار برنامه آموزشیش است. در اینجا اگر شما ببینید این CD نداره، قطعا CD از یا خریده نشده یا نامده، این فعلا این CDش پیش من نیستم. در اینجا خوب هستن که با برنامه ایلستریتور و شما به معرفی میگیرم. این برنامه ایلستریتور هم برنامه 2018 هستن که برنامه ایلستریتور CC هستن. ما در اینجا تمام معلومات هایی که در مورد برنامه ایلستریتور هستن و شما به معرفی میگیرم، اما به اندازه یک کتاب ایلستریتور یه بسیار خلاصه کتاب است. من در بازار وقتی که مراجعه کردم کتاب های ایلستریتور بود با دبلی و خطر ای اندازه، اما من این خلاصه وقتی به این خاطر گرفتم که CD که در اینجا هسته، ما CD رو به شما چطور رن بکنیم که شما برنامه ایلستریتور چطور نصب بتارید. در اینجا من CD رو میکشم، متاسفانه CD شکسته هسته، با تاسف که ای اگر سالم میبودیم قطعا من اینجا این برنامه را نصب میکردم و به شما عملا نشان میدادم. خب جای نگرانی نیست، من قبلا در این سلاید خود نحوه نصب کردن برنامه آدوب ایلستریتور اینجا تشریح کردم.
اگر شما خودتان نصب بتانستن، کوشش کنید از کسی که برنامه های را نصب بتانه از او کمک بخواید که تا بتانه درست برنامه الستراتورتان نصب بکنم. برنامه گرافیکی الستراتور چی هستن؟ در اینجا به شما به صورت بسیار خلاصه میگم. الستراتور نام یک دیگری از محصولات کمپانی آدوبی هست که هنرمندان، نقاش و هم طراحان گرافیک برای ساخت تصاویر وکتور برداری از آن استفاده میکنند. این نرم افزار برای اولین بار در تاریخ 19 مارچ 1987 میلادی برای سیستم عامل مکنتاش ساخته شد. یعنی در سال 1987 در ماه 19 مارچ 1987 در تاریخ 19 مارچ اولین بار برنامه آدوب الستراتور ساخته شد در برنامه های مکنتاش، یعنی برنامه های ویندوز نداشت. بعد سپس از آن در سال 1989 حدودا 2 سال بعد برای ویندوز نیز ارائه شد. یعنی اول بار برای مکنتاش ساخته شد، بعد برای ویندوز. قطعا شما برنامه ویندوز و مکنتاش هم میفهمید. کامپیوترهایی که از کمپانی اپل ساخته شده اونا مکنتاش هستند. برنامه های ویندوز که شما زیادتر بیشتر با ویندوز کار میکنید آشنا هستند. کمپانی آدوب سالانه ویژگی ها و امکانات جدید را برای این برنامه اضافه میکند. یعنی همه ساله وقتی ما اینجا آمدیم از ورژن اگر گپ بزنیم 2018 ورژنی که ساخته شده، در اینجا آدوب الستراتور نهایت تلاش کرده که سالانه بعضی فنکشن ها در مینوهای خود، بعضی سهولت ها در جعبه ابزار خود خلق بکند تا اینکه بسیار به سادگی و سهولت کارها را انجام بده. این سهولت سادگیش هم به این است که سالانه به صدها نفر طراح‌ها و گرافیست‌ها را یک نظرسنجی بکنه که امی برنامه جدید امسال ما که ساختیم چی نواقص در این حس میکنید. باز طراح‌ها و گرافیک‌ها میگه که اینی برنامه را اگر میداشت خوبتر بود. باز تلاش میکنه کسایی که پروگرامر کامپیوتر هستن برنامه سازی میکنه او فنکشن ها و یا او کومند ها و یا او جعبه های ابزار را خلق میکنن. و تحت لایسنس های مختلف برای فروش میرسند که یکی از موارد هایی که یابدید میشه تغییرات های جدیدی که میره باز اونقدر به فروش میرسه. و نگفته نمانه که من یک کتابی که خریدم متاسفانه سی دی از این شکسته، سی دی از این لایسنس داشت. یعنی ما در هر کامپیوتر میتونستیم که این را نصب بکنیم. بسیار یک کتابی با ارزشی چی ببخشید کتابی با ارزش است و برنامه بسیار نهایت عالی هستند. سی دی از در بازار به شکل کرک پیدا میشه، بعضی وقتا با برنامه های ویندوز سازگاری داره، بعضی وقتا نداره. ناگزیر است که برای یک مدت اما نسخه موقت 30 روز به درد بخوره، بعد از 30 روز از کار باز میمونه. تا سال 2012 میلادی این محصول نیز مانند سایر محصولات این کمپانی با پیشوند سی ایس منتشر میشد. پس از آن تحت نام سی سی به بازار آمد. اما قسمی که فتوشاپ هم از کمپانی آدوب هستند، الستراتور هم از آدوب هستند، اینا هر سالی که تغییر میکنه یا به سی سی یا سی ایس بود یا سی سی شد. با ویرژن های سال برای ذکر شد که 2018-2019. این تصویری که میبینین امی برنامه الستراتور هستند که برنامه الستراتور وقتی باز میشه به این شکل. آدوب الستراتور به فارسی به معنی تصویر
گر یا تصویر گیر هستند و از محصولات گرافیکی شرکت آدوبی می باشند. الستراتور یک نرم افزار برداری و تمام محاسبات آن بر اساس ریاضیات است. اساس که وقتی گفتم برنامه برداری به این خاطر است شما در این تصویر نگاه بکن ویکتور شده هستند، یعنی هر قدر این ما اگر به سایز کلان بسازیم ای پیکسل نمیته، ای ساختار خود ثابت میمانه، گرچه یک شده قطعا عکس که بسازیم پیکسل میشه، ما در اصل ویکتورها را ما بعدا به برنامه الستراتور به شما به معرفی میگیرم که ویکتور چی هست. ویکتور یک شکلی هستند که از داده های ریاضی ساخته شده، وقتی که ما او را کلان بسازیم پیکسل پیکسل یا همو شطرنج گونه دیده نمیشه. نمونهش فونت هست. فونت شما وقتی یک حرف خورده به نظر بگید، اگر فونت سایزش بالا میکنید قطعا ویکتور گونه دیده نمیشه. اگر اون ویکتور گونه دیده شده قطعا یک چیز بسیار بد دیده نمیشه. اونجاست که مرحله ساخت الستراتور از CS که فعلا ورژن سی سی آن به بازار آمده است. اینجا نشان و علائم هایش را میبینیم. سی اس به بازار اول بار آمده به این نشان بود، سی اس 2 به این شکل بود، سی اس 3 این شکل بود، سی اس 4 این ساختار را داشت، سی اس 5 این ساختار را داشت، سی اس 6 این ساختار را داشت، سی سی این شکل آمده که ما برنامه ای که استفاده میکنیم برنامه سی سی هسته و در کامپیوتر ما که اینجا یک برنامه نصب هستند او 2019 است، یک ورژن جدیدتر است. از این نرم افزار بیشتر برای طراحی ویکتور، طراحی لوگو، کشیدن تصاویر، تمام آثار برداری استفاده میشن. برداری رو فهم میده قبلا به شما معلومات داده شده، این ویکتور هستم. در مقایسه با فوتوشاپ که از تصاویر پیکسلی پیروی میکند، همانطور که گفتیم محاسبات الستراتور بر اساس معادلات و روابط ریاضی است و این قابلیت باعث میشد که با هر قدر زوم کردن یا تغییر اندازه بر روی تصویر از کیفیت آن کاستر نشود و طرحهایی که با قابلیت مقیاس پذیری خوبی داشته باشند. فوتوشاپ شما نگاه بکنید در اینجا هم قابلیت های خیلی زیاد داره، اما این برنامه برنامه ریستر است، بیت مپ هستن، یعنی هر قدر که کلان کنیم پیکسل نقطه نقطه یا همون نقطه های رنگی احساس میشم، اما در اینجا هر قدر کیفیت ما اندازه های از کلان میسازیم کیفیت ارزش نمیدیم. این دو تفاوت. بعضی کارهایی که الستراتور میکنه ممکنه فوتوشاپ نتونه و بعضی امکاناتی که فوتوشاپ داره الستراتور نداره. اما با تذکر باید داد که دو برنامه یعنی کورل درا و الستراتور یک هر دویش برداری رو کار میکنه، شباهت های خیلی زیاد داره. در اوایل این کورل درا یک کمپانی کانادایی هسته، الستراتور یک کمپانی آمریکایی هست و آدوب کمپانی هست که بسیار تلاش کرد که در آمریکا مردم از کورل درا استفاده نکنه و برعکس در کانادا از الستراتور استفاده کس نمیکنه. اینجا هست که دو کمپانی در بازار بسیار رقابت کرد و بعد از اون متوجه شد که رقابت ما درست بر بسیار مواردها خوب است، اما بعضی برنامه هایی که در کورل درا ساخته شده باید الستراتور واس کنه، بعضی برنامه هایی که الستراتور ساخته میشه با کورل درا که خوشبختانه در این نسل جدید از این دو برنامه بین خود فایل هایی که تولید میکنه با هم وجه شباهت های یک قسم داره، این شباهت های بسیار زیاد با هم داره. مثلا ما میتونیم با کورل درا پی دی اف خروجی بتیم قطعا ای پی دی اف ای واز میکنم، ما میتونیم توسط کورل درا با پسوند الستراتور خروجی بتیم، میتونیم با الستراتور با پسوند کورل درا خروجی بتیم، یعنی این مشکل برطرف شده. مثلا گرامی امیدوارم در این درس
که تا کنون خواندیم ازش استفاده مفید را برده باشین. از حوصله‌مندی شما در این درس سپاس تشکر میکنم. موفق و معید باشین.